کاروانسرای شش پل که یکی از آبده‌های تاریخی بامیان است که باستانشناسان قدامت آن را بین قرن‌های 2 الی 4 میلادی می‌دانند. از چندین سال به این طرف قسمت‌های از این کاروانسراهای موجود در بامیان به اثر حوادث طبیعی و بشری آسیب دیده است. مثلا در ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان می‌گوید که قرار است کاروانسرای شش پل از سوی این اداره و نهادهای همکار مرمت گردد. و اما در کنار کاروانسرای شش پل دیگر کاروانسراها نیز هستند که نیاز به مرمت دارد. وزارت اطلاعات فرهنگ تصمیم داره کاروانسرای شش پل بسازه که ما بعضی قسمت‌های از او یک 60 یا 70% از او باقی مانده خوشبختانه و بعضی کاروانسرای متاسفانه کاروانسرای کارلو خیلی زیاد از بین رفته، بقایای خیلی کم باقی مانده. این کاروانسراها در قرن‌های یاد شده میزبان کاروان‌های تجارتی از کشورهای همسایه بروی جاده ابریشم قرار گرفته بود، اما پس از گذشت قرن‌ها اکنون این گونه باقی مانده است. غلامعلی ناشناس که استاد باستانشناسی در دانشگاه بامیان است میگوید این کاروانسراها با قدامت تاریخی که دارد تا هنوز هیچ گونه به اون توجهی نشده است. راجع به آثار تاریخی و باستانی بامیان کاری که باید انجام شود نشده، چون بامیان ساحه خیلی باستانی و تاریخی هست و به علاوه از او ساحه است که بیشترین امنیت را شاید در سطح افغانستان داشته باشه و به هر صورت کارهایی که باید در باره حفاظت، مرمت، دوباره سازی و توجه جدی در او صورت نگرفته. در همین حال باشنده های بامیان میگویند که با حفظ و مرمت این کاروانسراها میتواند در اقتصاد و جذب گردشگری مفید واقع شود. اینا اگر توجه زیاد کنه خیلی فایده دارد، چون که گردشگر را زیادتر می توجه زیادتر در بوده است. باید که کوشش کنه تا جور شد و بازسازی شد و باز خیلی خوب در بامیان در هر نگاهی باشه. دیگه در حساب ما که هرچی جور شد و هرچی که منطقه ها باز شد بیشتره. در کنار کاروانسرای شش پل کاروانسراهای کالو، غندک، آقروباد، سچک، آغزرات و مغاره های با قدامت چندین هزار ساله نیز وجود دارد که از چشم مسئولین باز مانده است و تا هنوز در قسمت مرمت اون کدام توجه خاصی نشده است. علی سامی، تلویزیون بامیان.